بله بله من نمیدونم چون یهو یه اضافه رفتم چی. متاسفانه دیگه بله بله میفرمایید تالیان تارگت دیگه رادار بله ساکت بله به یه دونه چک لفت به جناب شعبانی دادم، گفتم چک لفت ناو و یه 30 درجه گردش کردیم. بعد نگاه کردم برای اینترسپ کردن، خب شما باز دوباره خلبان هستید، میدونید اونایی که علم خلبانی رو دارن میدونن که ما هر وقت بخوایم یه چیزی رو اینترسپ کنیم، نوز هواپیمامون و دماغ هواپیمامون رو جلوتر از اون هواپیما میذاریم که بتونیم اونو اینترسپتش بکنیم دیگه در فاصله دور. بعد به حضور شما که شود من نگاه کردم، دیدم که رنج حالتی که داریم میریم و به سمت تارگت خوب هستش. بعد یه لحظه یه ای بی آن به وینگمنم دادم، گفتم ای بی آن ناو. بعد پشت سرش هم که ای بی آن دادم کار کردم که سنر پانچ ناو. سنر که پانچ کردیم هواپیما اصلا یه جونی گرفت برای کلام کردن و رفتن بالا. ما دیدم خوب دارم بهش نزدیک میشم. بعد همین که دیدم که میتونیم اینو اینترسپت کنیم به وینگ من گفتم که نمبر 2 گو کاور، شماره 2 رفت برای کاور. و من دوست دارم رو سر شماست. بله 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 حدود 3 تا 5 هزار پا عقبتر، 2 تا 4 هزار پا هم بالاتر از ما قرار بگیریم. بعد به حضور شما که اگه عدد ها رو اشتباه نکنیم، حالا چون چندین سال گذشته ماشاءالله این کامپیوتر همه دقیق داریم میگین. خواهش میکنم. بله بعد به حضور شما که بعد وقتی که دیدم که خوب دارم میتونم اینترسپت کنم که ایشون رفت برای کاور خودم، من توی این لحظه، حالا اینجا خوبه که خارج از برنامه من اینه بگم که شما خودتون تو رایده هم شاگرد بودید هم معلم بودید، میدونید من چی میگم. ما تو رایده آموزشی مثلا برای ارتوئر میرفتیم، ای سی ام میرفتیم، برای دارت میرفتیم که بخوایم دارت رو بزنیم فلانی حرفا، ما کلی بریف میکردیم یا بریف میشدیم زمانی که شاگرد بودیم. بعد میرفتیم بالا کلی اشکال و ایراد برامون به وجود میاد، یادمون میرفت خیلی کارا رو انجام بدیم. ولی والله قسم من توی این ماموریت یه آیشه ما جان انداختم، یعنی نمیدونم خدا، واقعا که میگم خدا کمک من بود، خدا با من بود، واقعا خدا داشت منو راهنمایی. واقعا نمیگم این تظاهر و این مسخره بازی ها رو نمی کنم، حقیقت رو میگم. همه چی این کامپیوتر میمد تو مغز من. من وقتی که خیالم راحت شد از این داستان رفتم که برای فاکسو. خب همه چی ست شده، موشکا آن هستش، گانن کمرام هم آن هستش. منطقه وقتی که من پیش خودم داشتم صحبت میکردم، همین اینا که دارم میگم همش ثانیه است، صدامی از ثانیه است، ولی فکر خیلی زیاد توی این کار انجام میشه. اونایی که شما که تو پرواز میدونید، من وقتی که رفتم برای این که روی هواپیما لاک بکنم و هواپیما لاک بکنم، یه لحظه پیش خودم گفتم که من باید لاک بکنم و موشک رو بزنم، زمان ندم به این که این لاک منو بگیره و بخواد مثلا حرکتی انجام بده. تیلش هم خیلی... تو تیلش بودین و تو تیلش بله تو تیل... بله تو تیلش بودم با زاویه، یعنی یه زاویه حدود 15 درجه ای داشتم باهاش. بعد به حضور شما که سبت وقتی که من لاکان کردم روی این و موشک رو زدم، دیدم که یه صدای کوچولو تو گوش من اومد، یه وزی اومد، مثل اودیومتری میرفتیم. آره اودیومتری میرفتیم. بعد یه صدای اومد و بعد حضور تو گرشت دیدم که موشک فایر نشد. گفتم ای دل غافل، من این 3 ثانیه این موشک رو دکمه رو نگر میداشتم همه اینا. بعد رفتم برای که موشک دوباره بزنم، این دفعه نگه داشتم و محکم نگه داشته بودم، حالا مگه ولش میکردم، گفتم که این باید موشک را دیدم که باز دوباره یه دونه وز دیگه اومد و موشک سمت راست هم فیل کرد. با یه تایم که این حرکت
انجام شد، ایشون ابتدا به ساکن یه گردش به راست گذاشت، کوچولو سریع برگشت به سمت چپ، شروع کرد به سمت مثلا مرزمون، اومد داخل کشور ما، سریع شروع کرد گردش کردن به چپ و به حضور شما که شود همین گردش هارد و ادامه داد، مثل که یه حالت برلور میزنی، یه رول بزرگ میزنی، یه همچین حالتی شروع کرده. اینجا دوباره میخوام یه یادی بکنم از یکی از استادای خوبم، یکی از قهرمانا، واقعا یکی از بزرگای افنج، سرگرد موگویی. سرگرد موگویی، من که تبریز رفته بودم، ایشون توی یه نواختی پایگاه بودن و یکی از معلم خلبانای خیلی شاد بودن. یه روز من باهاش رفتم پرواز، میخواستیم یه نقطه‌ای رو برای پایگاه پلات بکنیم که برای جز اینتری پوینت های پایگاه بود، نقطه‌ای بود اونجا، نقطه آلفای پایگاه تبریز. بله، من چیز کردم، به من گفت زارا جان تو پرواز کن و من میخوام این نقطه رو پلات کنم، یعنی روی آینس نگاه بکنه بعد اون نقطه رو پلات بکنه، عددش رو بنویسه که چیز بشه داشته باشین دیگه. بله، من شروع کردم حدود 60 درجه بنگ گذاشتن با هواپیما F. خب شما میدین دیگه 60 درجه بنگ گذاشت، بعد چی میخوای بیشترش بکنی، هواپیما نوزش میندازه پایین دیگه. من همون تجربه رو نداشتم که چی کار باید بکنم. گفت زارو جد قدمت هواپیما رو نگر دار، برو توی 80 درجه بنگ نگرش دار. گفتم سر نگر نمیداره میفته فلان حرفا. گفت یه لحظه من هواپیما رو دارم. هواپیما رو گرفت از دست من. خدا شده علی، ایشون تاپ رادر رو گرفت، این هواپیمای F5 اینجوری پرواز میکرد، نوز بالا اینجوری پرواز میکرد و بدون که یک پا ارتفاع کم بکنه. گفت وقتی بهت میگم رادر نمیگرفت، رادر نمیگرفت، رادر نمیگرفت، رادر میگرفت، تاپ رادر میگرفت، تاپ رادر و میچرخید. بله بله، خیلی جالب. من توی این داستان خدا شاهده از این بزرگوار این یادم افتاد که تاپ رادر میتونه خیلی برای من کمک کننده باشه. وقتی که ایشون شروع کرد گردشه به چپ کردن، من به خاطری که بتونم بالای سر این باشم، من تاپ رادرم رو گرفتم واشتیدم بالا سرش اینطوری که یه وقت من اینو اوورشوت نکنم تو این گردشی که این داره میکنه. این شروع کرد گردش کردن، من تاپ رادر رو گرفته بودم، بعد جایی که دیدم اومد رفت زیر هواپیمای من، یعنی زیر 90 درجه من اومد، من 90 درجه بنگ داشته باشم، یا اینجا گردش عوض کردم، من گردش به راست کردم، اونم رفت اونور، دارین شروع کرد اومدن اونور. اینجا جایی بود که یک لحظه من خیلی هیجان زده شده بودم و فاصله مناسب بود، من توی سایتم نگاه می کردم، تو اون رتیکلی که داریم درست فاصله ها رو داشتم می دیدم. من 2700 پا رو که دیدم دارم نزدیک میشم بهش، بهترین شرایط بود. بعد اونجام که باز دوباره شما یادتون هستش دیگه، ما یه دونه لوزی داشتیم توی سایتمون که این رنج لایت رو بهمون چون میداد، این رنج لایت رو که این رنج لایت من روشن شد و خیالم راحت شد که این گان من الان به این آقا میخوره. بعد شروع کردم یه برس زدم. باز دوباره اینه که بازم شما اطلاع دارید، بچه‌ای که پرواز کردن اطلاع دارن، بعد به خاطر بعض شما برسونم که ما توی F5 خب حتما مجبور هستیم که یه برس کوچولو بزنیم، مثلا 10-15 تا گلوله بزنیم رها بکنیم که این مثلا چیزامون ایر با مثلا این مسلسلمون، لولای مسلسلمون به وسیله هوا خنک بشه. ولی من که دیدم نخورد، بار دوم دیگه اصلا فراموش کردم که این حرفا چیه، این حرفا کدومی که بخوام مثلا من به فکر لوله هواپیما باشم. 460 تیر فشنگو وقتی هواپیما توی پوزیشن قرار گرفته بود، حالا ایشون داره میچرخه، منم دارم میچرخم، هواپیما رو گذاشتم
نوک هواپیمامو به پپر گذاشتم وان تایم آف فلایت بیفور هواپیمای دشمن. بعد یک اندازه یه هواپیما جلوتر از خود نوز هواپیما، جلوتر از این، بله، نشان روی در حالت پرواز، یعنی این کار باید انجام میشه. شروع کردم بهش تیر اندازی کردم و دستم و دیگر رو گام برنداشتم و پشت سر این بود که دیدم که گلوله ها داره به هواپیما میخوره. همین که گلوله ها میخورد به هواپیما، اسپلش اینا باشه انفجار میشد و شروع به آتیش سوزش کرد. جناب حمزه ای، باور بفرمایید که به فاصله خیلی کوتاه، یعنی شاید بگم 10 ثانیه 15 ثانیه از این رگباری که من روی این هواپیما بستم، این هواپیما شد کوهی از آتش. ایجان. کوهی از آتش شده بود، یعنی خدا شاهده شاید به شما بگم 20 متر 30 متر شاید هم بیشتر بود پشت سرش این آتش بود، همینطوری آتش داشت، این داشت تو آتش میرم. حضورتون که اصلا، خب من ابتدا به ساکن، خب چیزه شما باز دوباره اطلاع دارید، اون کسایی که نمیدونن من توضیح میدم که وقتی که هواپیمایی رو میزنیم، این هواپیما وقتی داره آتش سوزی روش انجام میشه، این هواپیما سپلش میشه دیگه، چیکه های هواپیما شروع میکنه جدا شدن. واقعا این باز دوباره اینجا انگار یه نفر من گفته او مواظب باش، ممکنه تیکای هواپیما بیاد بره تو این تیکه هواپیما خودت و موتورت از بین بره، فلمات بکنه. من فاصله گرفتم و یه دونه حالت مثلا گردش کوچولو کردم، یه لحظه که این هواپیما کامل سمت راست من قرار بگیره و من حالا شاید بگم اشتباه و شاید هم بگم که قسمت اینطوری بود. من به جایی که بیام تو بال راست این بیام بهش نزدیک بشم که چون این دیگه خورده بود از ما، دیگه نمیتونست کاری به من بکنه، اون دیگه نمیتونست منو بزنه، من حالا یا بگم اشتباه کردم یا بگم مثلا هرچی روی هست اون دیگه مقصر من اومدم تو بال چپش. اومدم تو بال چپش و اومدم قشنگ بالا سرش مثل که فرمشه پرواز میکنی، اومدم اینجا و بهش اینطوری وقتی برگشت یه لحظه من نگاه کرد، من یه دونه راکوینگ بهش کردم و بعد ایشون یه نگاه، حالا ما که اونم وایزر داشت دیگه، من چیز نمیدونم، یه نگاهی به ما کرد و همون مسیر خودش رو ادامه داد و رفتن جلو. بعد دوستو شما کسی بعد ما دیگه چیز شده بودیم، حالا وقتی که من هواپیما رو زده بودم دیگه خیلی به وجد اومده بودیم، هم خودم هم وینگمنم هم رادار. باورتون نمیشه که راداریه از ما، خدا رحمتش کنه آیه خدا رو فوت کرده ایشون، اون از ما بیشتر سر صدا میکرد و خوشحال بود. من در اومدم به جناب شعبانی گفتم مجید کیف کردی؟ بعد اونم مجید یه خود شیطونه، تمام مدت تو کاور شما بود، تو فایتینگ پوزیشن بود. بله 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 بله، خیلی خوب. واقعا با وجود این که ایشون اون موقع، یعنی شما چنج نکردید با هم، چنج نکردید اونم بزنه، نیاز نداشت دیگه، نیاز نداشت که اون کار انجام بشه، چون من وقتی این زده بودم دیگه این هواپیما نمیتونست پروازشو ادامه بده، برسن بره به عراق برسه. توجه فرمودید؟ بعد دوزوشو میکسن، گفتم مجید کیف کردی؟ بعد اونم خود شیطونی هم چیه، گفت خدا وکیلی حال کردم. بعد دیگه خیلی خوب، خیلی ما هیجان زده شده بودیم و خیلی خوشحال بودیم و فلانی حرفا. و بعد من خیلی دوست داشتم که خودم این هواپیما رو دنبالش برم تا نقطه ایمپکتش رو پلات کنم و بیام. منتها رادار به ما اعلان کرد که هواپیما پشت سرتون دارید، دو تا هواپیما پشت سر شما هستن. البته شایدم نمیدونم، ولی اینو استنباط قلبی خودمه، چون روسا که به اینا یاد داده بودن و اینا تاکتیک روسا رو برای انتخاب میکردن، اینا حالت ساندویج عمل میکردن، همیشه یه هواپیما رو میذاشتن جلو که مثلا میشه، بله، دو تا هم از پشت مثلا حمله میکردن، طرفو میزدن که نتونه مثلا در بره. به حضور شما که دیگه به ما وقتی گفتش که
چیز هستش، دو تا هواپیما پشت سرتون هستش داره بهتون نزدیک میشه. من گفتم که اوکی مجید برمیگردیم، مجید برمیگردیم. جناب شعبانی واقعا دلاور بود، واقعا دلاور بود، واقعا آدم باید حق بگه. یه جوونی که تازه پرواز کردن، تازه اومده بودن تو خط پرواز، یه لیدر چهار بود، به من گفتش که سر اجازه بدید درگیر شم. من واقعا این روحیه رو ایشون داشت. بعد من دیدم که خب من خودم نه موشک الان دیگه دارم، نه مسلسلی دارم، خب من که نمیتونم که کنار این وایسم، خدای نکرده آسیب ببینین، اگر هم کسی بخواد مثلا این بخواد درگیر بشه، من نمیتونم از این حمایت بکنم دیگه. گفتم نه مجید برم، ما برمیگردیم، ما برمیگردیم. و به حالت یه حالت اسپلده زدن یا به حساب سری دیسند کردن شروع کردیم، دیسند کردن و اومدیم ارتفاع پایین. وقتی که اومدیم ارتفاع پایین، یه چیز جالبی رو که من خدمتون بگم و دوست دارم که اکثر آقایونی که علاقه من به پروازان شاید چنین چیزی رو شنیده باشن. وقتی که من اومدم پایین، یک لحظه اون چشمای من باز دوباره اینجا اون اشکال خودش رو نشون داد. این هیجانی که من برام به وجود اومده بود برای چند ثانیه کوچیک، فقط برای چند ثانیه، من تقریبا حالت بلک آت مانند شده بودم، یعنی تار 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 بودم و همش خدا خدا میکردم که خدایا من به زمین نخورم، خدایا من به زمین نخورم، حالا من این حرکت انجام دادم حیفه که من زمین بخورم فلان. بعد اومدیم و برعکس همیشه که بعد می رفتیم، مثلا فرض کنیم می رفتیم نقطه ورودی پایگاه برای اپروش کردن، ما این بار از انتهای باند وارد شدیم و رفتیم توی آفساد دانوینگ و اومدیم برای نشستن. خدا رو شکر می کنم تقریبا، ببین چشم من تار می دید دیگه، ولی می دیدم، می دیدم. خیلی هم یعنی حواسم جمع بود که یه وقت خدا نکرده سانه ندم، ولی واقعا تا تو شورت فاینال تیره و تار بود، تار بود تو شورت فاینال دیگه. چشمه الحمدلله یاری کرد و ما اومدیم لندینگمون رو انجام دادیم و اومدیم نشستیم. بعد دوستتون که پرواز خیلی جالبی بود. حالا ما پشت سر این داستان، خب بچه‌هایی که توی اسکرمبل هستن، بچه‌هایی که توی آلرت هستن، اون مکانسیانا، اینا که خبر ندارن که ما چیکار کردیم، که تو آسمون و حالا راداریه میدونه و خودش میدونه، حالا شاید برج مثلا ندونه، شاید برج اپروچ هم ندونن که ما این کاری کردیم، فقط رادار به گوش بوده که میدونسه ما این کار رو انجام دیم. ما برگشتیم اومدیم و اومدم تو شلتر همونجا که پارک کردم، یادش بخیر یکی از دوستامون به نام آقای ناصر دارابی، بله نمیدونم شما تش برده بودید اصفهان، ایشون بود پیسس ام پی اف 7 یا نه؟ بله جان، ایشون دارابی همون نبودن که لیدر دسته جناب عرفانیان اینا بودن تو سال 72 که ایشون خود لیدرش شادم هم بوده. بله بله کمی دارن خیلی. بله سر میشناسم. بله من با برادر ایشون خدا رحمت کنه حسین دارابی با هم دوره بودیم. آخه. یعنی تقریبا، حالا نگم چون ما با هم اتاق نبودیم، من با آذرفر هم اتاق بودم ولی نزدیک هم دیگه بودیم، حسین دارابی. بعد دوزورتون کسه بعد ایشون اومده بود توی شلتر، رفته بود هواپیماها رو الاین کنه، یادتون هست میبادن قبلا هواپیما رو الاین کنن. بله آرس الامن اومده بود هواپیما رو الان کنه و بعد از هواپیما پیاده شده بود. من از هواپیما که پیاده شدم، نمیدونم چرا، نمیدونم واقعا خیلی احساساتی شدم، من محکم به این دارابی احترام گذاشتم. دارابی خب جدیدی ما بود، اینم شوکه شده بود این برابر رو نگاه میکرد ببینه که به کی دارم من احترام میذارم. بعد نگاه کرد که به خودش دارم، اصلا شوکه شده بود، یادش بخیر. بعد اومد جلو و
گفت جنزار جان ما کوچیک شما هستیم ما فلان اینجوری برزه دیگه خود میدونه که حرفم. گفتم ناصر یه هواپیما زدم. ایشان چی میگی سر؟ گفتم آره اومدیم توی آلرت. یادش بخیر خدا رحمتش کنه انشالله، رضا زعیم توی آلرت بود. رضا زعیم توی آلرت بود بله. وقتی که اومدم شروع کردن تعریف کردن، شما باورت نمیشه که رضا زعیم اصلا رو زمین وای نمیستاد. فکر کن که مثلا 10 سانت 15 سانت رو هوا بود این بچه. اینقدر خوشقلب با معرفت با صفا که حد نداره. شاد بشین شاد. آره بعد گفتیم که آره اینجوری شده و فلان شده و این حرفا و دیگه اومدیم رفتیم پیش دوستان و به من گفتن که آقا جون تو برگرد برو گردان. به عملیات گفتیم، عملیات باورشون نشد ابتدا به ساکن. خدا رحمت کنه به فرمانده پایگاه زنگ زد به من گفت زارا چی شد فلان حرفا. گفتم سر اینجوری شده فلان حرفا. گاو زارا جات خیلی ها زدن انداختن تو دریا چی ازشون پیدا. باور نکردن حرف من ولی همه باور کردن بعدن دیگه فهمیدن. آره خب آره. بعد دوزه شما کسه بعد رفتم گردان. رفتم گردان یعنی به فاصله شاید به شما بگم که شاید یه رو بعد از 20 دقیقه بعد از این اتفاق بود که من نشسته بودم. رفتم تو گردان دیدم که به من گفتن که از پست فرماندهی تهران تلفن تو رو میخواد. اومدم گوشی رو گرفتم دیدم که بله همین استاد بزرگوار جناب یزدانشناس تو کامپوس ستاد بودن اونجا. بله 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 به حضورش که متصبت به من گفت زارا نژاد این انتظار رو ازت داشتم باری کلا دست در نکنه فلان حرفا. گفتم ما شاید شما هستیم میخوام. خیلی خوشحال شده بود. شاید به 2 ساعت نکشیده بود که یه موقع فرمانده پدافند نیروی هوایی تیمسار هوشمندیان بودن. ایشون تیمسار هوشمندیان زمانی که ما امریکا بودیم دوره می دیدیم ایشون لیزن آفیسر ما بودن اونجا و ایشون یه شخصیتی داشتن از این بچه های جنوب شهر بودن خیلی لوتی مسلک. ایشون سرگرد بود اون موقع مثلا ما ستواندو بودیم. خیلی با ماها اشرانش می کردن و خیلی ما رو تحویل می گرفتن و با نه تنها من هم با همه بچه ها. بعد زنگ زد و گفت زارا نژاد وقتش اسمتو شنیدم انگار دنیا رو به من دادم. باری کله بهت، باری کله به تو که این صحبت کنیم همونجا مشخص بود. گفتم خیلی متشکرم، ما هر چی داریم از شماها داریم فلان. به هر جهت این داستان موند و بعد منو تهران خواستن. من تهران خواستن و اومدیم تهران. اون روز که من اومدم تهران فرمانده پدافند نبود. البته منو خواستن که اطلاعات بگیرن دیگه، ببینن اطلاعات چی هستش، چی کار کردیم ما فلان. فرمانده پدافند جناب هوشمندیان نبود، سرهنگی بود به نام سرهنگ ابراهیمی. من نمیدونم، البته شنیدم ایشون فوت کردن، خدا رحمتشون کنه. ولی واقعا آره، ولی من واقعا ایشون رو نمیبخشم به سهم خودم، میدونی به سهم خودم. چون من جان آره انکار میکرد شدید. بعد حالا جالب اینجاست که ایشون به من میگفتش که تو میگه 25 نزدی، تو میگه 23 زدی. گفتم خب ببین شما قبول داری که من یه دونه هواپیما زدم؟ گفت بله. گفتم شما اصلا، من که چیزی نخواستم که، کار نکردم، من وظیفه‌مو انجام دادم. من از نظر اطلاعاتی دارم به شما میگم که اطلاع داشته باشید که من میگه 25 زدم. میگفت نه اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره میگه 25 شما بتونی بزنید. بعد خیلی رد کردن و جواب منفی دادن و فلانی حرفا. ولی باز دوباره توی این جریانات خدا ایشالله حفظش کنه تیمسار صدیق و تیمسار صدیق باور کرده بود ایشون، قبول کرده بود ایشون فرمانده نیروی هوایی وقت، فرمانده نیروی هوایی وقت. و ایشون منو مورد تشویق قرار داده بود. حالا
اون زمان گفته بودن که یه 400 هزار تومن پول مثلا بلا عوض یا یه درجه، توجه فرمودین که به من بدن حرف. و بعدم بساب برای من گوشه بودن که هر کدومشو خودت میخوای بگو این کار برات میکنیم که برات در نظر بگیرن. ما گفتیم که ما وظیفمون بوده انجام دادیم، اصلا هم چک داشتی نداریم، ولی اگر کسی بخواد میخوان تشویق بکنن خودشون بکنن هر چی که دلشون بخواد. این بنده خدا ایشون فرمانده این روایی بود، دستورش داده بود، کاراشو کرده بودن، همه کارا انجام شده بود. خدا رحمت کنه، خدای مریض خدا روش شاد کنه، جناب بابایی اون موقع معاونت عملیات بودن، اینو انداختن توی کشوشون و توی یه ماموریتی که من انجام داده بودم برگشته بودم، ایشون به من گفت زارن جاد من نمیخوام تو اینجوری تشویق بشی، نمیخوام اینطوری تو تشویق. بعد من گفتم که باشه هر جوری که چیزه، من اصراری ندارم، من اصلا چشماشی نداشتم فرانه. البته گذر زمان خیلی چسب مسائل رو روبرو کرد و بعد از اینکه خدا رحمت کنه تیمسار ستاری رو، تیمسار ستاری بعد از اینکه اون هواپیمای میگی 25 رو به وسیله پدافند با وسیله سم دو توی اصفهان زدنش، وقتی خلبان اون اسیر شد، اون خلبان تایید کرده بود که بله هواپیمای ما توی تبریز زده شده بود و فلان حرفا. خدا رحمت کنه، من اون موقع تبریز بودم، خدا رحمت کنه تیمسار ستاری تشریف بردن تبریز، بعد منو بغل کرد، اینطوری منو بغل کرد، بعد این پیشینی منو بوسید، گفت زارن جاد کارت تایید شده است، شکی درش نیست، خیلی هم مظلوم واقع شدی توی این ماجرا، اما امیدوارم که بتونم برات جبران بکنم. گفتم سر خیلی ممنونم، ممنون از لطف شما فران. دو سالی طول کشید این ماجرا جان؟ یه دو سالی این ماجرا کشید، میگم تا کانفرنس بله یک سال خورده ای طول کشید. بعد به حضور شما که اصابت ستاری دیگه خدا بیامرزه ایشونو، خیلی مرد بزرگی بود، خیلی مرد بزرگی، هر وقت منو میدید، یعنی توی چندین بار همون شیرازم که بودیم ایشون تشریف می آوردن شیراز، هر جا منو تنهایی پیدا میکرد میگفت ما همه به تو مدیون هستیم، من خیلی تو رو دوست دارم، میگفت تو قلب من یه جایگاه خاصی داری. بعد همون تبریز همونجا به من گفتش که زارن جاد من یه آقای مهندسی بود، الان حضور ذهن ندارم، توی مرکز تحقیقات بود، گفت من به ایشون گفتم که یه پچ مخصوص تو درست کن. خدا شاهد به من گفتش که یه پچ گفتم مخصوص تو درست بکنن که این حرکت بزرگ انجام دادی. ضمن این که به نقاشی که یه نقاش خیلی مثلا ماهری داشتن توی چیز، که البته اون تابلو رو به خود منم دادن، یادگاری من دارم، گفتش که من گفتم توی ستاد، تو ستاد فرماندهی یه جای خیلی محوطه خیلی بزرگی بود، گفت من گفتم که این حرکت شما رو که با F5 میگه 25 شما زدی، اونو به حضورتون که از شود نقاشی بکنن که هر خارجی که میاد اینجا من اینو به اونا نشون بدم و بگم که این حرکت رو یکی از خلبانای ما انجام داده. بله بعد به حضورتون که از شود این داستان تا اینجا شروع شد و بعد گذشت. بعد از مدت ها آره جناب فریدون مازندرانی لطف کردن، مهندس آره. بدیعی بودن بله آره. خودتونم بله. بفهم کمک کنیم من وسط صحبتاتون نیام بله بفهم خیلی متشکر فری جان لطف کردی، خیلی ممنونم ازت. بله بعد به من بدیعی گفته بودن که هم پش بزنه برای من، هم اون تابلو رو بکشن اونجا برای من که به نام من تموم شد. بعد گذشت و مرور زمان گذشت فلان حرفا، یه ماموریت هایی شروع شده بود توی نیروی هوایی، حالا یه مثلا فرض فرمید که
یه چیزی رو به خلبان ها میدادن که توی ماموریت ها میرفتن. یه روز خدا رحمت کنه جناب بابایی رو روح شاد، در اومد به من، یه 8 تا سکه بود کرده بود توی یه دونه کاغذ اینطوری، اوورد به من داد، گفتش که زارر جد، گفتم که بفرمایید، گفت اینو بده به خواهرم. گفتم که آره جان تو، منم گفتم که تیمسار ببخشید من آدرس خواهرتون رو ندارم. گفتم من آدرس خواهرتون رو ندارم. گفت نه منظورم خانم خودته فلان این حرفا. گفتم که نه من خانمم به این احتیاج نداره، به چنین چیزی احتیاج نداره. بعد خدا بیامرزدش، عشق تو چشاش واقعا حلقه زد که گفتم من نمیگیرم تیمسار، من نمیخوام، من کاری کردم، وظیفم بوده که این کار انجام بدم و وظیفم انجام دادم، هیچ چش داشتم نداشتم ندارم و اینطوری خیلی راحت تر هستم. برام به شرف من اینقدر چه کامپلیمنت دارن میدن این دوستان، واقعا اینقدر زیباست این جملاتی که در وصف شما دارن مینویسن، به خاطر اینکه من باز مونده مطلبتون میخوام بفهمید. بله نه خب این کل ماجرا بود که من چیز کردم، ولی حالا اگر صحبتی چیزی باشه من فقط حالا یه چیزی رو یادم رفت که من بگم. من تقدیر و تشکر میکنم از همه اون کسایی که در نیروی هوایی دید مثبت داشتن برای بچه ها. متاسفم اینو بگم که تخریبم زیاد بوده. چقدر خوب هستش که ما بال و پر بدیم به جوانامون. من شما خودت با من پرواز کردی، میدونی من در شیراز بودم. شما معرکه یک معلم عالی، به کسی که باهاش پرواز میکردم، به شاگردم ایرادشو نمیگفتم، بزرگ نمیکردم، من حسن پروازشو بزرگ میکردم، من حسن پروازشو بزرگ میکردم که او شکوفا بشه، نه اینکه تخریب بشه از بین بره. دقیق میفهمید؟ این یکی از چیزایی که متاسفانه من الان دلم میسوزه برای جوانامون، قهرمانا، اینایی که الان اسمی ازشون برده نمیشه. من خوبه یادی بکنم از تعدادی از همدوره های خودم، خدا رحمت کنه شهید بزرگوار صمد نقدی، تا اون روزی که جنگ تموم شد ایشون پا به پای خدا رحمت کنه اردستانی اسم انجام داده. واقعا یکی از بزرگا بود، یکی از بزرگا دلیر مردا بود. خدا رحمت کنه شهید ولی الله بزرگی رو، چقدر این جوان مردانه جنگید و چقدر مظلومانه از بین رفت. واقعا آدم دلش می‌سوزه برای این عزیزان. به حضورتون که شود، ما خوشبختانه توی همدورایمون، حالا من میگم خوشبختانه، واقعا اینو از ته دل خودم میگم، شهیدمون کم بودی. یکی از دوستانمون هم بود که یکی از خلبانای آس بود که خیلی متاسفم بگم، محمد عظیمی، که توی مهرآباد خوردن زمین. و قهرمانای گروه ما جناب صمد ابراهیمی همدسته من بوده، یکی از یلای شما میدونی خودت، هم F5 بوده هم F14 بوده. جناب عباس رمضانی یکی از بهترینا بوده واقعا. بله بله اینا آدم افتخار میکنه بهشون. جناب غلامعلی شیرازی بوده، جز اولین نفراتی بودن که ماموریت جنگی رفتن و هواپیما زده بودن با جناب جوادپور عزیز. جناب محمد رحیمی بوده، چقدر زحمت کشیده این بچه، واقعا زحمت کشیده. متاسفانه اسمی ازشون نیست، هیچ اسمی از این بزرگان نیست. باز دوباره یکی از عزیزان جناب مهدی بادکوبی بوده که با شما تو اصفهان حتما بودید، ایشون هم خیلی زحمت کشیده تو F5، خیلی زحمت کشیده تو F14، خیلی زحمت کشیدن دوستان. من به تمام پیشکسوتای خودم و به تمام جوانایی که الان هستم احترام میذارم، دست پیشکسوتا رو میبوسم، روی جوانای خودمونم میبوسم،
و آرزو میکنم من امروز یه چیزی رو اینجا بگم خوبه، چون تعداد دوستانی که دارن این داستان رو گوش میکنن بدونن واقعا واقعا خلبان ها مظلوم واقع شدن. ببینید خلبان واقعا عقابه، به خدا این خودخواهی نیست، این اصل حقیقته. شما چطور میتونید یه هواپیمای چند میلیاردی رو به دست یه نفر بدید ولی این آدم تو سریخور باشه، این آدم ضعیف باشه؟ این آدم باید وقتی روی زمین راه میره واقعا زمین زیر پاش بلرزه، ابهت داشته باشه. الان خلبانای ما رو همه رو داغون کردن، چرا نباید اینا تو اون عزت و احترامی که لیاقتشو داشتن باشن؟ جوانای ما، نسل آیندهمون هم متاسفانه این جوانا انقدر صادقانه، انقدر دلیر، انقدر مردانه اومدن پا در این راه گذاشتن، میخوان پاشون رو بذارن جای پیشکسوتا. خدا خوشش نمیاد که به اینا ظلم کنن. چرا؟ چون اینا صادقن. خلبانی توش دروغ نیست. تنها قشری که دروغ نمیتونه بگه و نمیگه و نخواهد گفت خلبانی است. ممنون، عالی عالی بود تیمسار. سلامتی میکنم برای شما تیمسار ابوطالبی عزیز، همه دستاندرکارانتون، جناب محبی، جناب مازندرانی، همه قهرمان ها، همه اونا که تو جنگ زحمت کشیدن، واقعا جا داره که ازشون تشکر بکنیم و دست بزرگترها رو من میبوسم. ممنونم از شما. قربونتون. سر اینقدر قشنگ و شیوا تعریف کردید و اینقدر عالی بودید. من فقط خیلی خلاصه این بزرگانی که شما میشناسید یکی یکی برای من بگو تا من بگم به تیمسار. من تا اونجایی که الان میدونم میگی؟ الو. خب نمیگن. آقای مهنیا، من همینجوری فقط دیگه متناشون رو نمیگم. تیمسار کاشانی فر، جناب انصارین، جناب حیدریان عزیز، کاپیتان طیبی، جناب قادری عزیز، از جناب مازندرانی، جناب همه‌شون رو من می‌بوسم. بله. اینا همه عزیزای من هستن. جناب دیانتخواه، جناب ذوالفقاری، جناب یاسین، جناب پسر تیمسار مازندرانی اسمشون چی بود؟ من یادم سمین میگم یاسین، ببخشید. جناب سمین مازندرانی، خود الهام، دخترتون دکتر الهام، و فقط خانم نائم رو ندیدم چیزی بنویسه هنوز. جناب حیدریان دوباره میگه بر شیرمند تلاوت. علی جان بله بله. ضمن تشکر از همه دوستان، خب یهو چون الان شما یهو اسم خانم من آوردی، من نمک نشناسی کردم، تعریف نکردم از این همسر خودم. حالا من از همسر خودم تشکر میکنم. ما حدود 41 سال ازدواجمون گذشت، ایشون پا به پای من در سختی ها، در کمبودا، در کسری ها، در کنار من بوده و واقعا من به داشتن چنین زنی افتخار میکنم و با تمام وجودم دوستش دارم. خیلی به من محبت داشته، خیلی برای من زحمت کشیده، یعنی واقعا حالا شما خودتم میدونه دیگه، زن یه دونه خلبان بودن و تحمل کردن و اینا خیلی سخت هستش. یه چیزی کوچولو بگیم، همه بزرگانه که شما گفتی، من یه نفر رو علی صادقی اومد، من واقعا به شما بگم که جناب داوود صادقی یکی از بزرگان، یکی دنیا، از زحمت دنیا صادقی توی اتاق فهمان تشکر میکنه از شما. سلام من خدمت شما هستم. واقعا جناب صادقی یکی از مردای نیک، دوست داشتنی، با صفا، وجدانن نمیگم، یکی از اون حقیقت‌های خلبانی، ولی متاسفانه ایشون به حقش نرسید. من واقعا خیلی متاسفم که ایشون به حق خودش نرسید، چون یه مرد بزرگی هستش. ممنونم از زحمتتون. من نمیدونم پیج مختلف پروازی که به هر حال حمایت میکنن، مردان آسمان، پرواز تا بی‌نهایت، این آقای امید، فرید برومند و چی؟ آقای کریم برومند، ببخشید من اشتباه گفتم. خانم سمیرا صادقی خودش نوشته زنده باشی عموی نازنینم. آقای
امادی، تیمسار امادی. من میخوام اینو بگم که من دیگه نمیرسم اینا رو بخونم به خاطر احترام به جناب زاهدی عزیزم، جناب از فرسایی عزیزم و جناب فرسیابی، نمیخوام زیاد معطلشون کنم. اگر مطلبی در بیان دارید، بله بله بفهمید بفهمید. یه کوچولو من بگم. ببین من به خاطر این کم لطفیایی که به من شده بود، من 30 سال سکوت کردم، هیچ جا هم مطرح نکردم. الان خود امیر ابوطالبی به گوش هستن میشنون، هرگز من مطرح نکردم جلو کسی که من یک کاری کردم، یه همچین حرکتی مثلا من انجام دادم، اصلا نمیخواستم که مطرح بشه. جناب مهرنیای عزیز شاید بیش از 50 بار به من زنگ زده این بزرگوار که محمد بیا این کارتو ثبت کن، بذار این کارت ثبت بشه. بله من گفتم نمیخوام. گفت بابا جان به دست تو نیستش که، مال بچهاته. گفتم بچه هم نمیخوام، خودش هم میدونه، اگر الان به گوش هستش میدونه که من حقیقت میگم. ولی بعد از 30 سال یکی از عزیزان از صدا و سیما به نام محمد رضا احمدی از خبرنگاران، ایشون زنگ زد به من، گفتش که خودشو معرفی کرد، گفت فلان حرفا، گفت من میخوام با شما یه مصاحبه داشته باشم. گفتم شما شماره من از کی گرفتی؟ گفت من شماره شما رو از آقای چیز گرفتم، مهرنیا گرفتم، ولی مهرنیا به من گفته که شما با هیچ کس مصاحبه نمی کنی. ولی من نیت کردم، این حرفی بودی که این جوان به من زده اون موقع، من نیت کردم قربتن الله، گفتم الهی به امید تو من زنگ میزنم به تیمسار ببینم چی میشه. انقدر این جوان صادقانه با من صحبت کرد، من از صداقت این جوان خوشم اومد، بهش گفتم من تا حالا با ایش که مصاحبه نکردم، ولی با شما مصاحبه میکنم، چشم مصاحبه انجام میدیم. که اصلا شروع کار ما هم این عزیز بود، زحمتش کشید که از صدا و سیما پخش شد، بعد دیگه پشت سرش برنامه شد. جناب کریم برومندم از اولین نفراتی بود که با من تماس گرفت و خیلی تو پیجش از من تعریف و تمجید کرد و من ازشون هم تشکر و قدردانی میکنم. به هر حال شما هم یک شکاری چیه بزرگین و هم یک شکار بزرگ کردید. شاید میگه 25 برای خودش خیلی بزرگ نباشه، ولی F5 در مقابل میگی 25 یک به قول معروف توازنی توش وجود نداره. به همین دلیل شما یک شکارچی بزرگی، مثلا طرف با تیرکمون، طرف با RPG 7 و این که حالا من شاید این خیلی مثال جالبی نباشه، ولی شما وقتی یک موشک حرارتی و یک گان داری، خب پریوریتی با اون کسی که موشک راداری داره. ولی شما شکارتون خیلی عالی بوده و اسمتون ثبت شده، که مضاف بر این که این لایف 100% یکی از خب تاریخ شفاهی جنگ و اینها دست به دست سینه به سینه میره تا نسل‌های بعدی، و امیدوارم که این اتفاق بیفته و شما کماکان به یک اسطوره خواهی ماند. تیمسار زار نجات بود بر شما که تشریف آورد. من یه چیز دیگه هم بگم الان شما گفتین، چون من اون موقع نگفتم. علی جان خدا شاهده این هواپیما انقدر موشک زیرش بود، چون این اومده بود که یه دونه هواپیمای 747 رو به حساب واقعا ناک آتش بکنه، چون ممکن بود هواپیمای 747 با یه موشک دو موشک نیفته. دقت فرمودی؟ چون هواپیما هم بال بزرگی داشته، هم شرایط خوبی رو داشته. انقدر زیر این هواپیما موشک بود، به خدا من خودم بعد از اینکه رفتم جویناب کردم نزدیک شدم، تازه اونجا میخوام بگم ترسیدم که این هواپیما با این همه موشک، چون قبلش اصلا به اون توجه نمی کردم که چی زیرش هستش، ولی وقتی که رفتم کنارش دیدم یک ابهتی هستش با این همه سلاح. بله بگی به سپن هواپای بسیار سه جام مازندرین می فهمان. درود بر همسر بزرگوار خلبانان که در تمامی سختی های زندگی پا به پای شوهرانشان مزه تلخ جنگ را چشیدن و مردانه ایستادن. شاید هم بیشتر منم به همه همسرای خلبانا سلام عرض میکنم، امیدوارم که همیشه شاد و سربلند باشن انشالله. جناب ادمین محترم مردان آسمان، انشالله بازم میان جناب
زاره نجات میگن که به ادمین محترم مردان آسمان میگن که جناب حمزه عزیز لطفا به تیمسار بگید کمی از یدالله جوادپور بگن که چون وقت نیست ایشالا میذاریم برای یه تایم دیگه اگر اشکالی نداریم. چون که دیگه مثلا من ماموریت های دیگه ای هم که رفتم اون شرایط خود چون من مطمئن هستم انقدر با خودم تماس گرفتم توی چیز دایرکت خودم که همه میخواستن این داستان رو بشنون، ولی ماموریت های دیگه هم هست. جناب جوادپور یکی از بزرگای نیروی هوایی بوده، هست و خواهد بود. میگه ممنون، من جوابمو گرفتم. سمی نگرفتی یا تیکه میندازی؟ من نفهمیدم. آقای شاهین هم میگه که درود به آقای صادقی، تیمسار صادقی. سر آقای حسن، آقا پایلوت حسن هم میگن درود به شرف بزرگان. من نمیخوام دیگه همه رو بخونم چون شما میدونید چقدر جان مهرنیا فقط کلی قلب برات فرستاده با یه پرچم که خودت میدونی، یعنی شما قهرمان ملی. جناب حیدریان هم باز نوشتن درود به شرفت، با شخصیت و با مرام هستی. آقا خیلی مخلصیم تیمسار از اومدن تو. شما از شهرهای محبوبی هستی که همه دوستتون دارن، چون بی ریا و بی تکبری